اما شکل دوم هندسی که امروز میخونیم اسمش شکل منشوریه. شکل منشوری. خب شکل منشوری تعریفش چیه؟ شکل منشوری تعریف نداره. شما باید یاد بگیری که اینها رو چطوری میسازن. شکل های منشوری رو اینجوری میسازن. من و شما با هم هفتم کار کردیم یا از هشتم نهم با هم بودیم؟ هشتم، هفتم نبودیم. این درس مال کلاس هفتمه که الان من دارم میگم. شکل های منشوری اینجوری هست، یعنی روی زمین یه شکلی بکش، هر چی که دوست داری، بعد از دسته های اون بگیر، دسته های شکلت بگیر، بکش بالا، بهش میگن یه شکل منشوری. مثل چی؟ رو زمین یه دایره بکش، بهش ارتفاع بده. اسمش چی میشه؟ یه اسمی داشت. اسم خوشگلی داره. استوانه. یا مثلا یه دونه مربع بکش رو زمین، بعدش ارتفاع بده. مکعب. آفرین. میشه مکعب مستطیل یا مکعب مربع. یا اصلا لزومی نداره حتما دایره مربع باشه، میتونی سدلی مثلث بکشی رو زمین. بگن منشور. منشور سه پهلو بهش میگن. این هم میگن مکعب. حالا نکته که اینجا وجود داره اینه، برای این شکل ها حجم رو چطوری حساب میکنند؟ مساحت رو چطوری حساب میکنند؟ اول حجم رو بهت میگن. حجم مساوی SH، همون فرمول همیشه یه قدیمیمون، حجم مساوی SH. S میشد مساحت قاعده، مساحت قاعده، H هم که ارتفاع. خب یه سوال بعد بریم سراغ ادامه درسمون. خانم ابراهیم به نظر شما مساحت جانبی یعنی چی؟ یعنی اطرافش، مساحت اطرافش. باری کلا الان شما در یک اتاقی هستی دیگه، اونجا داری درس میخونی، یک احتمالا مکعبه، اون اتاق حالت مکعب داره. وقتی به شما میگن مساحت جانبی رو پیدا کن، یعنی فقط دیوارها رو حساب بکن. بعضی وقت ها میگن مساحت کل رو حساب بکن، اون چی میشه؟ یعنی همه جا رو باید حساب کرد، علاوه بر دیوارا همه جا رو باید حساب کرد دیگه. سقف و کف. سقف و کف هم باید. سقف و کف هم لازمه. پس صورت سوال رو باید دقیق بخونیم از این به بعد. اگر به شما گفت مساحت جانبی یعنی فقط تا دور تا دور، اگر مساحت کل گفت دور تا دور حساب کن، بالا پایینم باهاش جمع بزن. حالا من برای اینها شکل های منشوری میخوام مساحت جانبی رو به شما یاد بدم. مساحت جانبی. مساحت جانبی اینا فرمول داره، ولی مساحت کلش فرمول نداره، خودت باید پیدا بکنی. خب مساحت جانبی میشه PH. PH H که دوباره ارتفاعه،
پی چیه؟ پی شعاره چیه؟ نه اینجا شعا نداره. پی میشه محیط قاعده. محیط قاعده. الان من میخوام چند تا سوال برای شما بگم و حل کنیم با هم در مورد اینا. بنویس که حجم یک استوانه، حجم یک استوانه به شعاع قاعده پنج، به شعاع قاعده پنج و ارتفاع هفت را بیابید. حجم یک استوانه رو به شعاع قاعده پنج و ارتفاع هفت. خب یعنی اینکه اول باید توی استوانه دایره هاشو حساب بکنیم. درسته؟ اول فرمول باید بنویسیم. یعنی اول فرمول حجم استوانه رو. بله. مساحت در ارتفاع رو. آره. V مساویه SH. خب خانم ابراهیم به من بگه که S اینجا چیه؟ مساحت. مساحت کل؟ نه الان تو فرمول چی نوشتی؟ نه نوشتی چیو؟ ببین من اجسام منشوری بهت یاد دادم، بعد گفتم حجمش اینه، مساحت جانبش اینه. بله. خب توی حجم چی نوشتیم؟ SH نوشتیم. بله. H رو گفتیم یعنی ارتفاع. S رو چی گفتیم؟ مساحت. نگفتم مساحت، گفتم مساحت قاعده. نه قاعده شونه. حالا گفتم بنویس مساحت قاعده. خب حالا تو این سوال قاعده شما چه شکلیه؟ دایره‌ای. آفرین. حالا که دایره‌ایه فرمول S چی میشه؟ میشه پی آر دو. نه بله شعاع ضرب شعاع ضرب عدد پی. پس من تا اینجا شو می نویسم، بقیه رو دوباره ادامه می دیم. پس فرمول من می شود SH. S من چون دایره هست میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد P ضرب در ارتفاع H. خب حالا بگو جاگذاری کنم دیگه، فکر کنم حل شد. خب یعنی پنج ضرب در پنج ضرب در هفت ضرب در هفت ضرب در پی. یه لحظه من ایستو ببینم ضرب در پی. بله درسته. پس میشه چقدر؟ چه بیسو صد و هفتاد و پنج. بله صد و هفتاد و پنج پی. شما پی تو من چجوری میگه؟ من هر تلاش میکنم خوب درنمیارم. اتفاقا دیروزم من با یه نفر کلاس داشتم، بحث ما این بود که پی رو چطوری بنویسیم. حالا یاد بگیم. ببینی بزرگ می نویسم که بدونی داستان چیه. یه خط به سمت پایین میکشی
بعد یه قدم اینجوری کشی. بله. این حالا بیایی از این قسمت ها یه دونه نیم دایره میزنیم. بله. تموم شد دیگه. همین. آره. خب مثال بعدی بفهم. در مثال قبل مساحت جانبی و مساحت کل استوانه را بیابید. خب مساحت جانبی گفتیم که محیط قاعده ضرب در ارتفاع. آفرین. مساحت کلم که گفتیم با خودم در بیارم. آفرین. خب محیط قاعده. قاعده شما چه شکلیه؟ دایره. محیط دایره چی میشه؟ گفتم نوشتیم چه؟ نمیه لحظه سب کنیم یه لحظه کنیم میخوام حساب کنیم. بیست و پنج ذره عدد پی. نه دایره میشه حد در عدد پی. فرمش چی بود؟ یه بار دیگه بگو. قطر ضرب در عدد پی. درسته. قطرش چند میشه؟ ده. ده. آها. پس میشه ده پی. ده. ده پی ضرب در. هفت میشه هفت پی. میشه هفتاد پی. خب حالا خانم ابراهیم مساحت کل رو درسته. خب مساحت کل استوانه. بل بعد بیایم محیط دو دایره رو در بیاریم. محیط یا مساحت؟ مساحت دوست دایره رو باید در بیاریم. بعد با این جمع بله. خب حالا قبول داری که دایره سقف با دایره کف یکیه؟ بله. پس کافیه یکیشو حساب کنیم ضرب در دو کنیم. بله. بفرمایید. گفتیم که مساحتش میشه پی آر دو. بله. برای همین باید پنج و ضرب در پنج کنیم ضرب در هفت. هفت چرا؟ آها نه پنج و ضرب در پنج کنیم فقط میشه بیست و پنج پی. درسته؟ بعد ضرب در دو کنیم 25 رو بشه که بشه 50 پی. آها تمام شد. 50 بذار اینجوری بنویسم دو پرانتز 25 پی به علاوه 70 پی. این میشه دایره مساحت دایره ضرب در دو. اینم مساحت جانبیه. با هم چقدر میشه؟ یه لحظه من اینو بنویسم.
120 120 پی. بله. به همین راحتی موفق شدیم این سوال رو حل کنیم. خب خانم ابراهیم، ما الان آماده هستیم یکی از سوالات پایان ترم خرداد 98 رو با هم حل کنیم. ببینیم چطوریه سوال. صورتش رو بنویس. پیمانه ای به شکل نیمکره و به شعاع 6 سانتی متر را از آب پر می کنیم. و آن را در لیوان استوانه‌ای شکل به شعاع قاعده 6 سانتی متر خالی می‌کنیم. آب تا چه ارتفاعی از چه ارتفاعی در لیوان بالا می آید؟ خودش هم گفته عدد پیو اینجا 3 بگیری. گفته که پیمانه‌ای به شکل نیمکره و به شعاع دهانه 6 سانتی متر داریم، یعنی شکلمون نیمکره است که شعاعش 6 سانتی متره. تازه نیمکره‌مون هم پره. بله پرش میکنه دیگه، تو خالی بود، تو خالی بود اولش، با آب پرش میکنه. بعد چیکار میکنه؟ و اونجا استوانه‌ای شکل به شعاع قاعده 6 سانتی متر خالی می‌کنیم. آب تا چه ارتفاعی در لیوان بالا میاد؟ خب ما الان باید دو تا فکر می‌کنم فرمول باید بنویسیم. یکی برای نیم کره و اون یکی هم برای استوانه. بارک الله. الان می‌نویسیم فرمول 4 کلاسه نه دو پی آر دو نه خب یه لحظه سب کنیم ببینه. با حجمش رو در بیاریم، درسته؟ آفرین، چون شما دارید با آب پرش میکنی داری حجمش رو حساب میکنی دیگه، پس از فرمول حجم باید بریم. خب یعنی 4/3 پی آر 3. بله، ولی چون نیم کره است میشه چی؟ بله، پس شما یه فرمول دارید 2/3 پی آر 3. حساب کنم ببینیم چی در میاد. خب در میاریم که 2/3 پی ضرب 6 به توان 3
فقط یه سوال، اینجا گفته عدد پی رو 3 بگیریم، یعنی 2 سوم ضرب در 3 ضرب در 6 بتوانسته؟ آفرین، همینه. خب یه لحظه. شیش به توانسته میشه 108، درسته؟ نه نه یه لحظه من خیلشته بکردم. نگاه کن، 6 6 تا میشه 36 تا، الان باید 36 ضرب در 3 بشه. چرا 3 بشه؟ شیش به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 6 6 6 خانم ابراهیم، 5 به توان 2 یعنی چی؟ 5 به توان 2 یعنی 2 تا 5 تا، یعنی حالا 5 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 3 تا 5 تا. حالا 6 به توان 3 یعنی چی؟ یعنی 3 تا 6 تا. 6 6 6 42 36 تا 36 6 تا 36 ضرب در 6 میشه؟ آره دیگه، 3 رو از کجا آوردی؟ میشه 216؟ بله کاملا درسته. خب هنوز تموم نشده. میشه 216 بعد 216 بعد زد در 3 بشه میشه 248. نه نمیخواد. من جایی که باشم این سه رو با این سه ساده میکنم، دو سوم سه، شیش به توان سه، این سه رو با این سه ساده میکنم، این سه رو با این سه ساده میکنیم. خب ولی دیویست در دو با میشه. آها زد در دو کن. میشه یه لحظه، 432 مبارکه. پس این جواب شد 432، چه عدد قشنگی، 432. بله. خب این برای حجم نیم کرمون، بعد گفته که یعنی این که الان ما مرحله اول مسئلمون رو انجام دادیم، الان میریم مرحله دوم مسئله که میگه آن را در لیوان استوانه شکل ریختیم. الان باید حجم استوانه رو در بیاریم. حجم استوانه فرمولش چیه؟ مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. SH درسته؟ خب بنویسیم. خب گفته که اشاره قاعده سانتی‌متر، الان ما باید اون دایره ها رو یکیشو مساحتشو در بیاریم. یعنی باید الان 6 رو ضرب در 6 کنیم ضرب در 3، درسته؟ بله. یه لحظه
که میشه 108. خب دارم درست میگم؟ بله. خب بعد این 108 رو دلست من یه قاطی کردم، بشه من دوباره تمیز بنویسم؟ واقعا خودم هیچ شدم. وایسا فعلا من بهت پیشنهاد میکنم که صورت سوال یه بار بخون، بر خودت بگو که قرار بود چی کار بکنیم. الان تو یادت رفته قرار بود چی کار بکنیم؟ خیلی خوب داشتی میرفتی جلو. صورت سوال بخون. پیمانه به شکل نیم کره و به شعاع دهانه 6 سانتی متر رو از آب پر میکنیم. خب چه حل کردی دیگه؟ حجمش رو پیدا کردی. 4-3-2 بعد چه کار کردی؟ و آن را در لیوان استوانه شکل به شعاع قاعده 6 سانتی متر خالی میکنیم. یعنی اینکه الان باید حجم استوانه رو به دست بیاریم. خب حجم استوانه فرمش چیه؟ مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. یعنی تو هم مساحت قاعده رو پیدا نکردی؟ چی؟ مساحت قاعده رو الان حساب کردی دیگه. 6 ضرب در 6 ضرب در 3 میشه 108. آفرین. ضرب در ارتفاع. بله ارتفاع نداده داد نداده. پس هم بنویس H دیگه. حالا تا من تو شکل نوشتم X ها، تو هم میتونی همون H بنویسی، فرق نمی کن. بله. خب خب حالا سوال اینو پرسیده دیگه. سوال پرسیده ارتفاع آب چقدر میشه تو استوانه؟ یعنی H رو از شما میخواد. این 432 که ربطی نداره به 108. خب ما باید 432 از 108 کم کنیم. بخیر. اضافه کنیم. بخیر. ضرب کنیم. بخیر. میدونی دو تا داستان اینجا اتفاق افتاده. خب تو فقط باید وسط این دو تا داستان رو اجرا بکنی، اون اجرا نمی کنی. الان خیلی خوب رفتی ها، خیلی قشنگ رفتی. الان این سوال چند نمره است؟ یه نمره است. الان تو 75 صدومش رو گرفتی، مونده 25 صدومش. داستان اینه، شما نیم کره رو پر آب مگه نکردی؟ بله. بعد یه استوانه هم داشتی، اینو ریختی داخل. وسط داستان اینه که تو این نیم کره رو خالی کردی تو این استوانه. مگه آب این با آب این یکی نیست؟ بله یکی هم دیگه، چون تو اینو خالی کردی تو این، از جای دیگه که آب نیاوردی. پس این دوتا با هم مساوی هست. یعنی نوشتی 108 H ضرب در H یا X نوشتی نمیدونم، اونو باید مساوی 432 بذاری. اوه. چون آبی که داخل نیم کره بود همون آبیه که داخل لیوان است، پس مساوی هست. خب این یه تیکش خدایی خیلی به نظر من سخت بود. این خورده نقطه دار بود دیگه. حالا الان میتونی حلش کنی. اچ چی میشه؟ یعنی بایستی من یه بار توضیح بدم. الان این شکلی شدش که 108 H مساوی 432 کاملا درست. پس تقسیمش میکنیم. بله شما گفتی باید جمع کنیم، گفتم نه. گفتی منها کنیم نه، ضرب کنیم نه، تقسیم رو نگفتی. میگفتی تقسیم رو میکنیم، میگفتم آره، ولی علتش اینه. خب تقسیم کنیم چند میشه؟ 432 تقسیم بر 108. بله 4
یعنی به اندازه 4 سانتی متر آب در داخل لیوان میاد بالا، ارتفاع آب 4 سانتی متر میشه. یه بار دیگه من بزنیم من بخونم نکته شده. یعنی اینجا توی این مسئله پر میکنیم و خالی میکنیم جز به نکات مهمشن، یعنی نکات کلیدیشن. آفرین بر شما. یه چیزی رو پر کردی؟ داری تو دستت؟ حسابش هم کردی؟ 432 آبو از نیم کره به استوانه تغییر بدیم. چون یکی هم مساوی گذاشتی. همین. خیلی هم عالی، یک سوال قشنگ بود که حل کردیم. خب میخوام یه سوال مطرح کنم. خب سوال اینه، یک مخزن آب، یک مخزن آب از قرار گرفتن یک نیم کره روی یک استوانه به صورت زیر تشکیل شده است. اگر شعاع قاعده مخزن یک متر و ارتفاع قسمت استوانه‌ای سه متر باشد، الف حجم کل مخزن را بر حسب متر مکعب به دست آورید. ب مساحت کل مخزن را بر حسب متر مربع به دست آورید. اگر برای رنگ‌آمیزی مخزن برای هر متر مربع 20,000 تومان هزینه شود، هزینه رنگ‌آمیزی کل مخزن چقدر است؟ آره، حالا شکلش رو هم من برات میکشم این پایین. هم خواستی بکش. یک استوانه است، مخزن این شکلیه، بالاش یه دونه نیم کره است. دیگه از این پیچیده تر و داستان تر نداریم، یا همین تهشه.
خب یک مخزن آب از قرار گرفتن یک نیمکره روی یک استوانه به صورت زیر تشکیل شده است. اگر شعاع قاعده مخزن 1 متر و ارتفاع و قسمت استوانه ای 3 متر باشد، الف حجم کل مخزن را بر حسب متر مکعب درست آورید. الان از ما مساحت کل حجم کل رو میخواد. حجم اینه میخواد. خیلی خوب. گفتیم که ما حجمش میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. بله. میشه 1 ضرب 1 ضرب در 3. درست؟ چون اینجا هیچی نگفته هم پی بگیر. خب پس میشه 1 پی. میشه 1 پی یا همون پی؟ یا همون. خب این الان شد این الان شد مساحت ما. این الان شد آره مساحت قاعده شد. مساحت قاعده شد. خب الان این پی باید ضرب در 3 بشه. آفرین، میشه 3 پی. یه لحظه 3 پی میشه مساوی حجم استوانه. اینی که الان پیدا کردی حجم استوانه است، درسته؟ 3 پی حجم استوانه. خب الان گفته که بر حسب متر مکعب به دست بیاورید. الان این قسمتش مونده، درسته؟ نه دیگه، اینی که پیدا کردی خودش بر حسب متر مکعب دیگه. آها آها، یعنی سوال اولمون رو انجام بده. سوال دوم. نه دیگه تموم شد. مخزن شما 2 تیکه است، یکی استوانه است یکیش نیم کره است. تو الان فقط استوانه رو پیدا کردی. خب الان باید بذاریم 2/3. آفرین، 2/3 پی آر 3. پی آر 3 یعنی همون پی گفتین دیگه. این ضرب در 3 به توان 3 دوباره 27 ضرب در 2 میشه. خانم ابراهیم چرا 3 گذاشتی؟ چون که گفته ارتفاعش 3. ارتفاعش 3 دیگه چه ربطی به این داره؟ شعاع این نیم کره چنده؟ مگه تو استوانه دایره پایین با دایره بالا یکی نیست؟ بله. پس شعاع چند میشه؟ 3 پی. یک دیگه. آها ای وای، من اصلا دقت نکردم. آها پس شما وقتی میخواید بالا رو پیدا کنید فرمول میشه 2/3 پی آر 3. اما این شعاع همین شعاعه.
یعنی باید بنویسید دو سوم پی یک به توان سه چند میشه؟ میشه دو سوم پی میشه جواب، چون یکی یک دیگه. پس قسمت الف ما اینجوری میشه، چون دو تا تیکه است میشه وی مساویه دو سوم پی به علاوه استوانه چند آوردی؟ سه پی. به خاطر شما پی هم سه بگیر که عدد قشنگی در بیاد. خب الان باید پیو به علاوه دو سوم پی کنیم. حالا میتونی هم اینجوری جمعش کنی، هم به جای پیا سه بنویسی بعد حل کنی. اگر اینجا سه بنویسی این سه با این سه ساده میشه، میشه دو، میشه سه ضرب در سه به علاوه دو سوم ضرب در سه. آفرین. بله خب من الان میتونم سه ها رو با هم دیگه خط بزنم؟ بله میتونی. بله یعنی یه دو میمونه. یه دو میمونه. بعدی چند میشه؟ چی؟ یعنی چی؟ بعدی چند میشه دیگه؟ الان دوتا مگه عبارت نداشتی؟ چرا؟ خب یکی شو که سه رو و سه زدی شد دو. بله یکی هم سه ستا بود که با هم زد؟ نه دیگه جدا جدا نینا. خب میشه نه. خب نه با دو میشه یازده. پس جواب شد یازده متر مکعب. بله تمام. این جواب الف. این الف بود. خب ب. مساحت کل مخزن را بر حسب متر مربع به دست آورید. مساحت کل یعنی الان ما با مساحت جانبی رو به دست بیاریم. آه یعنی شما باید نگاه کنید ببینید که شکل چجوریه. شکل تو یه نیم کره است. بله. یه مساحت اون رو حساب میکنی، بعد مساحت جانبی استوانه رو حساب میکنی، بعد چی حساب میکنی؟ یه نیم کره بالای استوانه است. الان من باید مساحت جانبی رو حساب کنم، مساحت نیم کره رو حساب کنم، با این دوتا روی هم کفو. آره کپسول. شما فرض کنی یه کپسول این شکلی داری، میخوای رنگش کنی، کجاهاشو رنگ میکنی؟ یه دونه اون نیم کره رو، یه بدنش رو، یه دونه کف استوانه رو. یعنی شما این سه تا رو باید حساب کنی با هم جمع بزنی. شروع کن ببین. مساحت نیم کره که مساوی 2 پی آر 2. یه جا گذاریش کنی. جا گذاریش بکنی. دو گفتم چی رو سه بگیرم دیگه. آره بگیرش. ضرب در شا هم گفتیم یکه. بله یکه به توان دو میشه دو سه تا شیش تا شیش یکی شیش تا شیش میشه مساحت نیم کرم متر.
نه اصلا نیازی نیست، همون 6 میشه دیگه. حالا دیگه 6 متر مربع دیگه واحدش میشه. حالا باید مساحت جانبی رو به دست بیاریم. اون چی بود؟ مساحت جانبی میشه میشه محیط قاعده ضرب در ارتفاع. محیط قاعده چنده؟ محیط قاعده دو ضرب در سه. از این هم میشه 6 متر مربع؟ نمیشه 6 متر مربع. حالا مساحت دو تا دایره ها رو بعد به دست بیاریم. یه دونه چون کفشه فقط. مساحت یک دایره. خب اینم میشه چی بود؟ این باید بشه 1 ضرب در 1 ضرب در 3. آفرین. 1 ضرب در 1 ضرب در 3 چه 3 متر مربع. بله. حالا همه اینا رو باید با هم دیگه جمع بکنیم. جمع بکنیم. میشه 15 متر مربع. بله کاملا درسته. 15 متر مربع. و سوال آخر این که اگر برای رنگ‌آمیزی مخزن برای هر متر مربع 20,000 تومان هزینه شود، هزینه رنگ‌آمیزی کل مخزن چقدر است؟ یعنی این 15 رو باید ضرب در 3 بکنی؟ ضرب در 20 باید بکنی؟ 20,000. بله. چون یه متر مکعب 20,000 تومنه، 15 تا چقدر میشه؟ نباید ضرب کنیم. میشه 200,000 اما اشتباه در بردن. چرا؟ 15 ضرب در 20,000 دیگه. ببینی من درست حساب میکنم، این 15 رو از اون سطح 2 بکنم. چه 3؟ بقیهش هم 0 را شده. 4 تا هم 0 میذاری. 4 تا 0 میذاری که اگه اینه 3 تا جلو بکنم میشه 300,000 تومن. بله. خب نمیشه هزینه رنگ آمیزی. رنگ